دوست مشترکمون، نویسنده چارلز دیکنز، ترجمه عبدالحسین شریفیان، گوینده منیژه نظمی، قسمت 156. جان راک اسمیت در اتاق از جای خودش و آقای بافین نیز از جای خودش به وی نگاه کردند تا اینکه خودش ساکت شد. بعد آقای بافین با لحنی آرام بخش و آرام گفت: آرام باشید عزیزم، آرام باشید، از اشتباه در آمدید، حالا خوب شد. من حتم دارم که شما بی تردید از دست این آدم و با روبرو شدن با او ناراحت شده اید، ولی همه چیز تمام شد عزیزم، از اشتباه در آمدید و همه چیز به خوبی تمام شد. و آقای بافین سخنان را پشت سر هم با خوشنودی خاطر حاکی از پایان یافتن ماجرا تکرار کرد. بلا که ناگهان به سویش چرخیده بود و در حالی که پای کوچکش را بر زمین میکوبید فریاد زنان گفت: من از شما متنفرم، لااقل نمیتوانم از شما متنفر باشم، اما از شما خوشم نمیآید. آقای بافین با لحنی شگفت زده گفت: باریکلا. بلا بانگ برآورد: شما پیرمردی قرقرو، بی انصاف، حتاک و بدی هستید. من از دست ناسپاسی های خودم که شما را تا این حد مورد شماتت قرار دادم و هزار صفت به شما بستم عصبانیم، ولی شما یک همچون آدمی هستید. بله شما هستید، شما می دانید که هستید. آقای بافین به این سوی آن سوی نگاه کرد، چون که می پنداشت به نوع قش و حمله دوچار شده است. بلا گفت: من با کمال شرمندگی به سخنان شما گوش دادم، شرمندگی که هم شامل حال خودم می شود و هم شما. شما نباید مثل خال زنک ها و کلفت ها در بند اینجور شایعه ها باشید، ولی حالا می بینم که هستید. آقای بافین که اکنون قانع شده بود حتما به حمله دوچار شده، چشمهایش را چرخاند و گره دستمال گردنش را هم باز کرد. بلا با صدای بلند گفت: موقعی که من به اینجا آمدم به شما احترام میذاشتم و به وجود شما افتخار میکردم و دیری نگذشت که مهرتان در دلم جای گرفت، اما حالا دیدارتان را نمیتوانم تحمل کنم. لااقل نمیدانم آیا لازم است تا این حد پیش بروم و بگویم که شما واقعا هیولایید. بلا که این سخنان را با صرف نیروی فوق العاده زیاد بیان داشته بود، خنده ای عصبی همراه با گریه سر داد. بلا اندکی بعد که خود را بازیافت گفت: بهترین آرزوی من برای شما این است که ای کاش در این دنیا یک دینار پول نداشتید. اگر دوست واقعی و خیرخواه شما کاری کند که شما ورشکسته شوید، یک مرغابی بی آزار خواهید بود، ولی در مقام آدم پولدار یک اهریمن. بلا پس از ایراد دومی سخن تند و نیشدارش که با صرف نیروی بسیار زیادتری همراه بود، یک بار دیگر خنده و گریه را توامن و با شدت بیشتر سر داد. آقای راک اسمیت، خواهش میکنم یک دقیقه تأمل کنید. خواهش میکنم قبل از رفتن یک سخن از من بشنوید. من بابت این سرزنش ها که به خاطر من تحمل کردید از شما معذرت میخواهم. از ته دل و صمیمانه از شما پوزش میطلبم. وقتی راه افتاد به سویش برود، منشی گام پیش نهاد و به پیشوازش آمد. وقتی با او دست داد، دستش را بر لب نهاد و گفت: خداوند حفظت کند. در این لحظه در گریستن بلا هیچ خنده نبود، اشکهایش زلال بود و سوزان. تمامی سرزنش هایی که نثار شخص شما شده است، سرزنش هایی که با نفرت و خشم همراه بوده اند آقای راک اسمیت، مرا بیش از شما رنجیده خاطر کرده، زیرا این من بودم که سزاوار آنها بودم، نه شما. آقای راک اسمیت، این من بودم که باعث شدم شما به خاطر آن ماجرایی که آن شب بین ما گذشت این گونه بی انصافانه مورد شماتت قرار بگیرید. من در حالی که از دست خودم به خاطر این کار عصبانی بودم، این سر را فاش کردم. واقعا من آدم بدیم، ولی نیت سویی نداشتم. من این سر را در لحظه‌ای که خودبینی و حماقت وجودم را در بر گرفته بود، که در زندگیم از این لحظات بسیار دیده می شود، فاش کردم. حالا که بدان خاطر سخت تنبیه شدم، خواهش می کنم مرا ببخشید. از صمیم دل خواهم بخشید. متشکرم آقای راک اسمیت. تا یک کلمه دیگر درباره و به سود خودتان نگفتم از اینجا نروید.
تنها گناه واقعی شما در این که آمدید و آن شب با من صحبت کردید، آن هم با چه لطف و زیبایی و با چه بردباری که جز من کسی نمی‌داند، نمی‌تواند سپاسگزار باشد، این است که شما مکنونات قلبیتان را پیش دختر کوته‌اندیشی بی‌ریا باز کردید که سری خام داشت و هنوز واقعا قابلیت آن را نداشت که به ارزش آن چیزی که شما به او پیشکش کرده بودید پی ببرد. آقای راکسمیت آن دختر از آن روز تا کنون اغلب با نظر دلسوزانه و تقریبا خار کننده به خودش نگریسته است، اما نه دلسوزانه تر و خار کننده تر از اکنون، یعنی وقتی که صدای آن لحن معمولی و پیش پا افتاده جوابش که واقعا چه دختر فرومایه‌ای بود توسط آقای بافین در گوشش تنین انداخت. منشی یک بار دیگر دستش را بوسید، بلا که با کوبیدن پای کوچولویش بر زمین آن مرد را یک بار دیگر از جای تکان داده بود، گفت: سخنان آقای بافین به نظرم نفرت انگیز آمد و همینطور حیرت آور. این کاملا حقیقت دارد که زمانی درست همین اواخر مستحق اصلاح بودم، ولی امیدوارم دیگر مستحق نباشم. آقای راکسمیت یک بار دیگر دست دختر را به لب برد، آن را نوازش داد و از اتاق بیرون رفت. بلا شتاب زده به سوی صندلی می رفت که قبلا دیر زمانی بر آن نشسته و صورت را در دست پنهان نگه داشته بود و چون چشمش بر خانم بافین که می رفت افتاد، او را نگه داشت. بلا خشمگین و نومید از هر لحاظ و گریه کنان و دست دور گردن خانم بافین نهاده، گفت: او رفت. به شرم‌آورترین شیوه ها ناسزا شنید و به سنگ دلانه ترین و حیوانی ترین شیوه ها از در رانده شد و من سبب آن بودم. در این مدت آقای بافین چشمهایش را روی دستمال گردنی که از گردنش باز کرده بود میچرخاند، گویی هنوز هم اثر حمله رهایش نکرده بود. اکنون که به نظر می رسید اندک اندک دارد خود را باز می یابد، چندی به پیش روی خود خیره شد، دستمال گردنش را یک بار دیگر بست، چند بار نفس عمیق کشید، آب دهانش را چند بار قورت داد و سرانجام با کشیدن آه عمیق که انگار می پنداشت روی هم رفته بهتر شده است، گفت: خب. خانم بافین هیچ سخنی چه خوب و چه بد بر زبان نیاورد، بلکه بلا را به آرامی نوازش می داد و به شوهرش جوری می نگریست که انگار منتظر دستوری از جانب او بود. آقای بافین بیان که دستوری دهد، روبروی وی روی یکی از صندلی ها نشست و در آنجا به جلو خم شد. با قیافه‌ای بسیار جدی پاها را گشاد و از هم نهاد و دستها را بر زانوان گذاشت و آرنج ها تا کرده بود تا بلا چشمها را خوش کند و سرش را بالا بیاورد، که البته او نیز چندی بعد چنین کرد. بلا که شتاب زده از جای برمی‌خواست، گفت: من باید به خانه امان بروم. از تمام کارهایی که در حق من کرده اید ازتان ممنونم، ولی دیگر نمیتوانم اینجا بمانم. خانم بافین با لحنی نکوهش‌آمیز گفت: دختر جانم. بلا گفت: نه، من نمیتوانم اینجا بمانم، واقعا نمیتوانم. آه، پیر مرد بدجنس. منظورش آقای بافین بود. خانم بافین مصرانه گفت: عجله به خرج ندهید عزیزم، اول فکر کنید بعد عمل کنید. آقای بافین گفت: بله، بهتر است کاملا و خوب فکر کنید. بلا که نگذاشت به حرفش ادامه دهد و در حالی که در ابروان کوچک و گویایش مبارز جویی شدیدی همراه با مدافعه منشی قدیم در گودی چشمانش به چشم میخورد، با لحنی تند گفت: من دیگر هیچ وقت شما را آدمی مهربان نخواهم شناخت. نه، هیچ وقت. پولتان شما را به سنگ مرمر بدل کرده. شما آدم ممسک سنگ دلید. شما از دانسر بدترید، بدتر از هاپکینز، بدتر از بلکبری جانز، بدتر از هر یک از این آدم های بدبخت. بلا یک بار دیگر گریه را سر داد و دنباله سخن را گرفت. تازه شما در اصل سزاوار این نبودید که این آدم را که از دست داده اید در خدمتتان باشد. مرد خاک روبرو به طلایی با لحنی آهسته پاسخ داد: ببینم میس بلا، نکنه میخواهید بگویید که شما بودید که راکسمیت را علیه من شورانده اید؟ بلا گفت: میشورانم، او از سر میلیون ها آدم مثل تو زیاد است.
این زن با وجودی که خشمگین شده بود، چون تا سرحد امکان قد برافراشته بود، چون زیاد بلند نبود و در برابر ولی نعمت خود سر قهوه‌ای موی خود را جنگجویانه تکان می‌داد، بسیار زیبا شده بود. بلا گفت: من امیدوارم که وی با وجودی که در پی به دست آوردن نان خیابانها را گز می کرده است، درباره من بهتر فکر کرد. هرچند که شما سوار بر درشکه طلای نابتان گل بر سر روی ایشان پاشیده اید. بفرما. آقای بافین خیره نگر فریاد زد: بله مطمئنم. بلا گفت: در خیلی وقت پیش از این، موقعی که شما خیال می کردید از او برترید، من به خوبی متوجه شدم که تو خاک پای او هستی. بفرما. و موقعی که شما بی‌شرمانه با او رفتار می کردید، من جانب او را داشتم و عاشقش بودم. بفرما. من به آن افتخار می کنم. که بعد از این سخنان بود که بلا عکس العملی شدید از خود نشان داد و سر را پشت پشتی صندلی پنهان کرده و جیغ کشید. آقای بافین به مجردی که فرصتی برای شکستن سکوت یافت گفت: خب نگاه کنید بلا، توجه کنید چه میگویم، من عصبانی نیستم. بلا گفت: اما من عصبانیم. خاک روبرو به طلایی ادامه داد: من گفتم که عصبانی نیستم و دلم میخواهد با شما مهربان باشم و این چیزها را هم نشنیده بگیرم. پس همونجا که هستید بمانید و موافقت میکنیم که درباره آن دیگر حرفی نزنیم. بلا دوباره به سرعت بلند میشد که بانگ برآورد: نه، من نمیتوانم اینجا بمانم، فکرش را هم نمیتوانم بکنم، من باید به خانه خودمان بروم. آقای بافین استدلال کرد: ببینید، حماقت نکنید، کاری را که نباید بکنید انجام ندهید، کاری که مطمئنید شما را پشیمان میکند نکنید. بلا گفت: من از انجام این کار هرگز پشیمان نخواهم شد، بلکه اگر اینجا بمانم، هر وقت از این حادثه‌ای که در اینجا اتفاق افتاده است یاد کنم، همیشه متاسف خواهم شد. آقای بافین به بحث ادامه داد: بلا، لااقل کاری کنید که اشتباه فکر نکنید. قبل از پریدن پیش پایتان را نگاه کنید. میدانید، همینجا که هستید بمانید، همه چیز درست می شود و همه چیز به همان روال گذشته و دوباره بر می گردد. رفتن همان و هرگز به اینجا بر نگشتی همان. بلا گفت: من خودم می دانم که دیگر پای به اینجا نخواهم گذاشت و هدف من هم همین است. آقای بافین دوباره گفت: شما توقع نداشته باشید که اگر ما را با این وضع ترک کنید، من پول و پلی به شما بدهم. من این کار را نمی کنم، نه بلا، مواظب باش، حتی یک پشیز. بلا با لحنی شرارتبار گفت: توقع؟ شما گمان می کنید که در این دنیا قدرتی هست که مرا مجبور کند آن پول را اگر شما بخواهید بدهید بگیرم قربان؟ اما در این هنگام لحظه خداحافظی از خانم بافین رسیده بود که از فرط خشمی که بر وجودش غلبه کرده بود، بی‌نوا بر زمین فرو افتاده بود. بلا در برابر زن مهربان زانو زد، سر بر سینه وی نهاده خود را به این سوی آن سوی تکان داد، گریه کرد، آه کشید و با تمام نیرو آن زن را در آغوش گرفت. بلا گریه کنان گفت: شما عزیزید، عزیز، عزیزترین عزیزان، شما بهترین آدم این دنیایید. من هیچ وقت نمیتوانم به اندازه کافی از شما تشکر کنم و شما را هرگز از یاد نخواهم برد. حتی اگر روزی روزگاری کر و کور شوم، حتم دارم شما را میتوانم ببینم و صدایتان را بشنوم، درست تا آن روزی که زنده ام. خانم بافین از ته قلب و صمیمانه گریست و او را با علاقه تمام در آغوش گرفت، اما هیچ سخنی بر زبان نیاورد و فقط گفت: دخترک عزیزم. این را اغلب زیاد می گفت برای مطمئن بودن و نه یک کلمه دیگر. سرانجام بلا از او جدا شد و گریه کنان از در بیرون می رفت و با آن شیوه دوست داشتنی عجیبش اندکی چرخید و به آقای بافین نگاه کرد. بلا گریه کنان گفت: من خیلی خوشحالم که هرچه دلم خواست به شما گفتم قربان، چون که واقعا سزاوار بودید. اما واقعا متاسفم، به شما بد گفتم، چون که واقعا عوض شدید. بیا خداحافظی کنیم. آقای بافین خلاصه‌وار گفت: خداحافظ.